گمنه یکی از پرخواص‌ترین غلاتیه که توی جنوب هنوز هم کنوزه ازش خیلی استفاده میکنن. در واقع همون بلغور خیلی ریز شده گندم هستش که توی زبان محلی گمنه، گوینه یا للک بهش گفته میشه. توی دیسکریپشن راجب خواصش براتون نوشتم، حتما مطالعه کنید. بریم که امروز با هم دیگه شوربای خیلی سنتی و قدیمی رو یاد بگیریم. سلام دوستای خوبم، الا هستم و اینجا چنل الا تایم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. معمولا آدم وقتی بار داره یهو دلش حواس چیزایی رو میکنه که شاید خیلی عجیب باشن. این چیزی که امروز میخوام بهتون آموزش بدم و شاید 15 سال پیش آخرین بار خوردم، ولی الان میخوام بهتون آموزشش بدم و یکی از ساده ترین شوربه‌هایی که توی جنوب پخته میشه. مواد لازمش خیلی ساده است. سیر لازم داریم و پیاز، که من چون داخل این غذا پیاز رو دوست ندارم به چش بیاد از پودر پیاز استفاده میکنم. گمنه داریم به میزان یک پیمانه، که 4 پیمانه یا 4 لیوان آب رو من براش در نظر میگیرم. ما وقتی که میخوایم حالت پلویی بلغور رو درست بکنیم، حتما قبل اون مقدار اون رو تفت میدیم مثل رشته پلو، اما برای این شوربا نیازی به تفت دادن گمنه نیستش و به همین صورت اون رو اضافه میکنیم به غذا. سیر رو داریم که سیر رو باید حتما رنده یا له شده بکنیم، و ادویه‌ای که من جا در نظر گرفتم، بخاطر که پیاز استفاده نمی‌کنم دیگه، پودر پیاز 2 قاشق چای خوری، لیمو عمانی پود شده و هم 2 قاشق چای خوری، زردچوبه 1 قاشق، فلفل تون 1 قاشق، فلفل سیاه 0.5 قاشق و نمک هم 1 قاشق. نمک رو در انتهای کار میتونید تنظیم بکنید. برای شروع من سیرها رو باید پوست بگیرم و رنده بکنم. خب توی این مرحله از روغنی که داشتیم و همون روغن حیوانی که خودمون درست کردیم، لینکش هم باز این بالا میذارم برای کسایی که ندیدن، میریزیم و به اندازه 2 قاشق غذاخوری من ریختم برای این مقدار و اجازه میدیم که داغ بشه، و وقتی داغ شد سیر رو بهش اضافه میکنیم. همونجور که میدونید سیر خیلی سریع میسوزه، پس نباید زیاد اونو توی این روغن تفت بدید. 10-20 ثانیه که تفت خورد بهش ادویه ها رو اضافه میکنیم. ادویه ها رو هم که اضافه کردیم، باز یک کوچولو توی روغن تفتشون میدیم که عطرشون بلند بشه، و بعد از اون دیگه کار خاصی نداریم و آب رو بهش اضافه بکنید. 4 لیوان آب داشتیم برای این میزان که من بهش اضافه میکنم. نکته ای که هست، مهم نیست که آبمون آب جوش باشه یا آب سرد، فقط باید حتما اگر آبتون سرده اجازه بدید بعدی که اضافه کردید به جوش بیاد و بعد از اون گمنتون رو بهش اضافه کنید. گمنه رو که ریختیم یه هم میزنیم و که قشنگ مواد با هم حل بشن و دیگه باهاش کاری نداریم، و در قابلمه رو باید بذاریم تا به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه بجوشه. این شوربای ما به همین سادگی آماده میشه، ولی خب خیلی خیلی خوشمزه است برای کسایی که با طعم گمنه و سیر آشنا باشن. ببینید جوش که اومد دیگه باید زیرش رو کم کنید تا با جوشای ریز بپزه و اون گمنه های حالت باز شدن مثل برنج شفته‌ای که درست میکنیم ایجاد بشه و یه مقدار انگار حالت شیر مانند به خودش میگیره. میبینید از جوش هایی که داره میزنه مشخصه که داره به قوام و به غلظت میفته. مقدار غلیظ بودن این شوربا همون جوری که توی تصویر میبینید در همین حد باید باشه، چون وقتی که سرد میشه یه مقدار دیگه بیشتر سفت میشه و نباید خیلی خیلی سفت باشه و نباید آبکی و شل مثل سوپ باشه. دیگه تقریبا الان آماده است. من باز 5 دقیقه دیگه میذارم تا یه مقدار دیگه جا بیفته و زیرشو خاموش میکنم و سروش میکنیم. چه میخواستم چیز کوچولو بهتون بگم، چون غذا سنتی من تصمیم گرفتم تو این کاسه سنتی سروش بکنم و یه توضیح هم در موردش بدم. این کاسه از کاسه های خیلی خیلی قدیمیه و از سرویس جهازیه مامانم به من رسیده و اونم از مامان بزرگش بهش رسیده. حالا توی جنوب کلا رسم است که از این چیزهای سنتیشون اگر دختر خودشون دوست داشته باشن نسل به نسل بهشون میدن، و این کاسه رو خواستم بهتون نشون بدم چون خیلی خوشگله و با گل روزاش، گلای مشکی که خیلی کمتر من دیدم، چون من مامانم گل سرخی هم خیلی بهم داده یا همون گل محمدی، و لایه های طلایی که دور این کاسه هستش هنوز بعد از این همه سال بچه ها سالمه. میخوام کیفیت جنس های قدیم رو بهتون نشون بدم. شما هم بهم بگید که آیا از مامانتون چیزای قدیمی بهتون برش رسیده یا نه.
کلن این غذا حالت تند و ترشی رو باید داشته باشه. من برای تزیینش هم از لیموی اسلایس شده خوش شده استفاده میکنم. بافت این غذا باید وقتی که سرد میشه، یعنی از اون داغی اولش میفته، به این حالت غلیظ باشه. یه نکته مهمم که باید بهتون بگم، چون این غذا یه مقدار سنگینه و باعث خوابالودگی میشه، معمولا در کنارش از خرما استفاده میکنن به خاطر اون شیرینی که خرما داره و انرژی که میده و از قدیم و ایام به این صورت سرو میشده. ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودید و مرسی که با لایک و کامنتاتون منو حمایت میکنید. تا ویدیو آموزشی بعدی، خدا نگهدار.